سلام عرض می‌کنم به برنامه چشم‌انداز خوش آمدید. تغییر مهمی در گفتار مقامات آمریکا در قبال حکومت ایران در حال شکل گرفتن است. نوعی احتیاط و زبان دو پهلو کم کم دارد از قرار جای خود را به صراحت و هشدار می‌دهد. سفیر آمریکا در اسرائیل می‌گوید چه آمریکا با حکومت ایران به توافق برسد چه نرسد، دست اسرائیل در هر حال برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از خود کاملا باز است. در حالی که آنتونی بلینکن وزیر مجرب امور خارجه آمریکا از اسرائیل خواسته است جایگزین خود را برای توافق با ایران که البته هنوز به دست نیامده و در بن‌بست است پیشنهاد بکند و سپس افسوده است با توافق و بی توافق با ایران آمریکا در همکاری با متحدان منطقه‌ایش علیه اقدام‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه اقدام خواهد کرد. مهمان امروز ما آقای مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در اسرائیل است. آقای جاودانفر، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو بفرمایید که آیا از نظر شما این تغییر در گفتار مقامات آمریکا چقدر جدی است؟ اینکه سفیر آمریکا در اسرائیل بگوید که دست اسرائیل در اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در هر حال کاملا باز است، چقدر میتواند مقامات ایران را راغب بکند به انجام در واقع توافق در مذاکرات وین؟ و آیا علت این سخن این نیست که آمریکایی ها کاملا ناامید شدن از دسترسی به توافق با ایران در مذاکرات وین؟ بله، با عرض سلام و شلام خدمت بینندگان شما. ببینید، یکی از به نظر من یکی از بزرگترین دلایلی که سفیر آمریکا همچین اظهاراتی رو گفته این هستش که ما داریم به انتخابات میان دوره ای آمریکا داریم نزدیک میشیم. حزب دموکرات به نظر میاد که شکست خواهد خورد و دولت آمریکا الان در حال حاضر نگران هستش از حامیان اسرائیل که شاید تعداد اونهایی که قبلا به حزب دموکرات رأی میدادن شاید کمتر بشه. این بزرگترین دلیل هستش. اینکه دست اسرائیل یا باز بود یا نبود، این تنها موردی که دست اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران باز بود و باز خواهد ماند این هستش که اگر آقای آیت الله خامنه ای تصمیم بگیرن که بمب اتم بسازن، این هستش که اگر ما به برجام برسیم یا به برجام برگرده آمریکا یا به برجام برنگرده، اسرائیل همیشه این حق رو داشته، حق اسرائیل محفوظ بوده که حمله بکنه اگر واقعا سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل کشف بکنن که جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن بمب اتم است. منظور آقای نایتس سفیر آمریکا این هستش در مورد برنامه اتمی ایران. در مورد مسائل دیگه، مثلا حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و نیروی و مشکل‌هایی که اسرائیل با در مورد برنامه موشکی ایران داره، این هم یک مسئله دیگه هستش که به نظر میاد که دولت آمریکا از طریق سفیرش به اسرائیل داره میگه حالا هرجام با برجام یا بی برجام در آینده اگر اسرائیل واقعا احساس بکنه که در خطر هستش میتونه با حملات خودش به اهداف در سوریه ادامه بده و سعی بکنه که جلوی برنامه موشکی ایران رو بگیره. آقای جاودانفر، صرف نظر از اینکه چه انگیزه باعث شده که مثلا سفیر آمریکا در اسرائیل چنین سخنی را بگوید، هرچند در واقع به او محدود نمی شود، سخنان نسبتاً مشابهی از سوی آنتونی بلینکن به گوش می رسد، حتی از سوی رابرت مالی که بسیار راغب به انجام توافق با ایران است و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، یک شنبه گذشته مثلا در دوحه گفت که بعید است به نظر او توافقی به زودی با ایران حاصل بشود. این حرفا رو روس‌ها میزنن، ولی در هر حال این تغییر گفتار از سوی مقامات آمریکا فی نفسه به نظر شما مهم هست یا نه؟ و آیا بر رویدادهای قابل پیشبینی اثر خواهند گذاشت یا خیر؟ مهم هست از این زاویه، از این دیدگاه که دولت آمریکا داره به جمهوری اسلامی ایران اخطار میده که تا فکر نکنید اگر مثلا ما به برجام برگردیم و دوباره برجام رو امضا بکنیم یا اینکه حتی برنگردیم، ولی بخصوص اگر دولت آمریکا برگرده به برجام با توافق جمهوری اسلامی ایران، فکر نکنید که شما دوباره روزی از نو شما میتونید هر کاری دلتون بخواد بکنید، یا اینکه از برجام به عنوان یک کوشش استفاده بکنید برای تهدید کردن متحدین ما. ما دیدیم بعد از برجام
متاسفانه خب برای ما ایرانیان، حالا هر در هر جای دنیا باشیم، مسئله معیشت مردم ایران بسیار مهم هستش و فقری که در ایران ما ببینیم واقعا نگران کننده هستش و افسردگی به وجود میاره و یکی از امید همه ما بود به نظر من و مطمئن هستم شما و تمام ایرانیان خارج این بود که بعد از برجام جمهوری اسلامی تمرکزش رو بیاره روی بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران، ولی به جاش دیدیم چی کار کردن. به جای اینکه تشویق بکنن که سرمایه گذاری بشه در ایران، اشتغال به وجود بیاد، اومدن دوتا موشک بالیستیک تست کرد سپاه پاسداران و اون روی اون به ابری نوشت که اسرائیل باید صفحه این روزگاه محو بشه. خب این چیزی هستش که هیچ کشوری نمیتونه قبول بکنه. و بعد هم دیدیم که جمهوری اسلامی حضورش رو در سوریه افزایش داد که اون هم سرمایه گذاری در ایران رو سخت تر کرد و رفتن سفارت عربستان رو آتیش زدن در تهران. خب الان به نظر میاد که سفیر آمریکا این هستش که منظورش این هستش که خب اگر مثل دفعه قبل برگردیم به برجام، فکر نکنید که شما در حکومت ولایت فقیه هر کاری دلتون خواست با متحدین ما بکنید، اونا حق دارن که اگر شما اقداماتی علیه اونها برداشتید میتونن از خودشون دفاع کنن. جو بایدن پیش از رسیدن به قدرت در ژانویه سال 2020 اگر اشتباه نکنم گفته بود که ظرف 2-3 ماه باید بتونه به توافق با ایران برسه بر سر احیای برجام. الان بیش از 1 ساله از این روند میگذره و هیچ دورنمایی برای رسیدن به توافق وجود نداره. فکر میکنید که خب این روند چقدر میتونه قابل دوام باشه از نقطه نظر مقامات آمریکا و از نقطه نظر جامعه آمریکا؟ فکر کنم که هرچه این روند بیشتر طول بکشه و هرچه ما نزدیکتر بشیم به زمان کارزار انتخابات میان دوره آمریکا، برای آقای بایدن سخت‌تر خواهد بود. چون اگه ایشون بخواد دوباره بخواد حزب دموکرات بخواد بره برای کارزار انتخاباتی و نشون بدن که بعد از این همه مذاکرات با جمهوری اسلامی هنوز به یک نتیجه نرسیدن، خب این زیر سوال میبره استراتژی آقای بایدن رو. ببینید از این نظر از دو عامل اینجا مسئول این مشکل هستن. یکی آقای ترامپ با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران خیلی خطا کرده بود، خوب نبود از برجام بیاد بیرون، برای اینکه جمهوری اسلامی در برجام خطا نکرده بود. ولی یک مسئله دیگه این هستش که در زمان آقای روحانی، آقای بایدن به یک توافقی رسیده بود. آقای خامنه‌ای و میشه گفت در ایران دلواپسان اجازه ندادن که این امضا بشه، چون نمیخواستن که با آقای روحانی امتیاز بدن. و الان تمام این که یک از دلایل دیگه‌ام که این مسئله اینقدر طول کشیده این هستش که به مشکلات داخلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. آیا واقعا مشکلات سیاسی هم از داخلی یا خارجی یا منفعت اقتصادی بخش مسلط قدرت سیاسی در ایران که خب مایل نیست این تحریم ها برداشته بشه و نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران حاکم بشه، به ویژه در زمینه فروش نفت و دریافت مبالغ حاصل از فروش نفت؟ ببینید تا حد اینا نمیتونن مثل کره شمالی بشه ایران، ولی اگرم مثلا برجام برگردن به برجام و تحریمات حذف بشه، اینا نمیخوان که در اقتصاد ایران باز بشه، چون دیگه نمیتونن، ببخشید معذرت میخوام، جنس های بنجل خودشون رو به مردم ایران بفروشن. من مطمئنم که به مردم ایران لایق از ماشین های خیلی بهتر از پراید هستن، ولی خب جمهوری اسلامی نمیخواد که که واقعا اقتصاد ایران بعد از حذف تحریمات زیاد از حد باز بشه، چون سپاه پاسداران و تأسیسات اقتصادی میشه گفت نهادهای انقلابی، نهادهای خود رژیم، نمیخوان که شرکت‌های خارجی باز بیان وارد ایران بشن و جنس‌هایی که بهتر هستن به مردم ایران بفروشن، چون مردم ایران دیگه جنس‌های بنجل این نهادها رو دیگه نخواهند خرید. و پس به نفعشون هستش که تحریم ها حذف بشه، ولی تحت کنترل بشه وقتی که حذف بشه. ولی به نظر من بزرگترین کرایتریا و بزرگترین ملاکی که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم اگر برگردیم به برجام و تحریمات حذف بشه، که آیا واقعا جمهوری اسلامی میخواد از حذف تحریمات استفاده بکنه برای بهبود وضع معیشتی مردم ایران، مسئله FATF هستش. اگر برگرد به برجام، تحریمات حذف بشه و جمهوری اسلامی هنوز نخواد برگرده به FATF،
دیگه این کاملا به ما نشون میده که جمهوری اسلامی حذف تحریمات رو میخواد فقط برای منافع نهادهای انقلابی استفاده بکنه و همین. آقای جاودانفر، الان به نظر میرسه به ویژه بعد از نشست نگب با حضور وزرای امور خارجه 4 کشور عربی، اسرائیل و آمریکا، که فشار بر آمریکا بر سر رسیدن به توافق یا نرسیدن به توافق بین ایران و قدرت‌های جهانی تنها منحصر به اسرائیل نیست و کشورهای عرب هم فشار میارن، فکر میکنید که این تشدید فشارها با توجه به ناروشن بودن دورنمای رسیدن به توافق با ایران چقدر اثر گذاشته احتمالاً در سیاست آمریکا در قبال حکومت ایران؟ ببینید تا حدی اثر گذاشته، ولی نهایتاً آمریکا به فکر مصلحت خودش هستش و اگر آمریکا در احتمالش داره که حتی تصمیم بگیره که حزب که سپاه پاسداران از لیست تحریمات اصل نکنه و برگرده به برجام، این واقعاً این سناریو وجود داره. بهتر از این دیگه، یا میشه گفت بدتر از این دیگه نمیشه تجسم کرد، ولی باعث فکر کرد. ببینید مثلا این هستش که جمهوری اسلامی خودش به دست خودش تصمیم گرفته که تهدید تبدیل بشه به یک تهدید منطقه‌ای و الان کشورهایی هستن که با برجام یا بدون برجام، همونطور که دیدیم در امارات متحده، بحرین، مصر اینا و اسرائیل، تصمیم گرفتن که با همدیگه متحد بشن و جلوی جمهوری اسلامی، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بیستن. و این مسئله هستش که الان واقعیت هستش و خود جمهوری اسلامی ایران باعث شده که این اتحاد به وجود بیاد و متاسفانه در دورنمای میشه گفت دورنمای مثبتی وجود نداره که آیا جمهوری اسلامی بخواد واقعا سیاست‌های منطقه خودش رو عوض بکنه، چون اگر واقعا بخواد به غرب نزدیک بشه، همونطور که گفتم این منافع اقتصادی نهادهای انقلابی رو در خطر خواهد انداخت. آنها به فکر جیب خودشون هستند، پس بنابراین متاسفانه واقعا دورنمای مثبتی وجود نداره. آقای جاودانفر، به عنوان آخرین پرسش، به نظر میرسه که با وقوع جنگ اوکراین چرخش ایران به سمت روسیه یا رفتن در حقیقت جمهوری اسلامی زیر حمایت دولت ولادیمیر پوتین بیش از گذشته تقویت و پررنگتر شده. این تمایل تا کجا میتونه اثر بذاره در عدم میل حکومت ایران برای رسیدن به توافق در مذاکرات وین؟ به نظر من دیگه نمیذاره. اول شنیدیم که روسیه درخواست هایی کرده بود که اون واقعا مانع می شد برسیدن به برجام. بعد با دیدیم که آقای امیر عبداللهیان رفتن در مسکو و یهو ناگهان روسیه موضع خودشون رو عوض کردن. روسیه عاشق چش ابروی کسی نیستن و به نظر من البته جمهوری اسلامی ایرانی که امتیازاتی به اون داد، که امتیازاتی به روسیه داد که مثلا اگر تحریمات حذف بشه روسیه میتونه از خاک ایران شاید استفاده بکنه برای دور زدن از تحریمات و برای بهبود اقتصاد خودش، و برای همین هستش که روسیه تصمیم گرفت که دیگه مانع نشه. و به نظر من روسیه مانع نیست در حال حاضر، ولی اگر ما برگردیم به برجام، احتمالش وجود داره که همونطور که عرض کردم جمهوری اسلامی ادامه بده که اجازه بده که شرکت‌های روسی از خاک ایران استفاده بکنن برای دور زدن به از تحریمات، و خود این میتونه باعث بشه که بعد تحریمات جدیدی وضع بشه علیه ایران به خاطر حمایت از روسیه. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم. آقای مهی جاویدانفر، مدرس دانشگاه در اسرائیل و پژوهشگر مسائل خاورمیانه، تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.